انسان کامل، نوشته عزیزالدین نصفی، تهیه شده در هستی عریان. رساله 11، قسمت دوم، در بیان ملک و ملکوت و جبروت به طریق تفصیل. بدان که ملک مرتبه حسی دارد و ملکوت مرتبه عقلی دارد و جبروت مرتبه حقیقی دارد. عالم جبروت عالم ماهیات یا اعیان ثابته است. ماهیات محسوسات و معقولات، مفردات و مرکبات، جواهر و اعراض جمله در عالم جبروت بودند، بعضی به طریق جزئی و بعضی به طریق کلی. و ماهیت بالای وجود و عدم است، از جهت آنکه ماهیت عام‌تر از وجود و عدم است و جزو وجود و عدم می تواند باشد. ای درویش، ماهیات مخلوق نیستند و اول ندارند. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، آیه 50 سوره طه. چون ماهیت عام‌تر از وجود و عدم است، پس عام‌تر از همه چیز باشد و همه چیز جزء می تواند باشد. این سخن تو را جزء به مثالی معلوم نشود. ای درویش، ماهیات مخلوق نیستند و اول ندارند. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، آیه 50 سوره طه. چون ماهیت عام‌تر از وجود و عدم است، پس عام‌تر از همه چیز است و جزو همه چیز میتواند بود. این سخن تو را جز به مثالی معلوم نشود. بدان که جسم عام است، اما جوهر عام‌تر از جسم است. و دیگر اینکه جوهر عام است، اما وجود عام‌تر از جوهر است. و ضمناً وجود عام است، اما شیء عام‌تر از وجود است، از جهت آنکه شیء جزو وجود و عدم می‌تواند بود. و چون شیء عام‌تر از وجود و عدم است، عام‌تر از همه چیز باشد و جزو همه چیز تواند بود. شیء و ماهیت و ذات هر سه در یک مرتبه اند و بالاتر از این سه چیزی دیگر نیست، جمله در تحت ایشانند. ای درویش، ملک نام عالم محسوسات است و ملکوت نام عالم معقولات است و جبروت نام عالم ماهیات است. ماهیات را بعضی اعیان ثابته و بعضی حقایق ثابته گفتند و این جانب اشیاء ثابته میگویند. این اشیاء ثابته هر یک آنچنان که هستند هستند، هرگز از حال خود نگشتند و نخواهند گشت، و از این جهت این اشیاء را ثابته میگویند. پیغمبر علیه السلام این اشیاء را میخواست که کماهیه بداند و ببیند. اللهم ارنا الاشیاء کماهیه، تا حقیقت چیزها را دریابد و آنچه میگردد و آنچه نمیگردد بداند
و به این اشیا خطاب آمد الستو بربکم؟ ای درویش، آدم جبروتی دیگر است و آدم ملکوتی دیگر و نیز آدم ملکی دیگر است و آدم خاکی دیگر. آدم جبروتی اول موجودات است و اون جبروت است، از جهت آنکه موجودات جمله از جبروت پیدا آمدند. آدم ملکوتی اول عالم ملکوت است و آن عقل اول است، از جهت آنکه عالم ملکوت جمله از عقل اول پیدا آمدند. آدم ملکی اول عالم ملک است و آن فلک اول است، از جهت آنکه عالم ملک جمله از فلک اول پیدا آمدند. و آدم خاکی مظهر علوم و مجمع انوار است و آن انسان کامل است، از جهت آنکه علوم جمله از انسان کامل پیدا آمدند. ای درویش، آدم خاکی مغرب انوار است، از جهت آنکه جمله انوار از مشرق جبروت برآمدند و به آدم خاکی فرود آمدند. اکنون نور از آدم خاکی ظاهر می شود. قیامت آمد و آفتاب از مغرب برمی آید. چون عالم جبروت را دانستی که ذات عالم است، اکنون بدان که عالم جبروت مرآتی می‌خواست تا در آن مرآت جمال خود را ببیند و صفات خود را مشاهده کند. تجلی کرد و از عالم اجمال به عالم تفصیل آمد و از آن تجلی دو جوهر موجود گشتند، یکی نور و یکی ظلمت. ظلمت از جهت آن قرین نور است که ظلمت حافظ و جامع نور است و مشکات وقایع نور است. آن دو جوهر یکی عقل اول و یکی فلک اول است. اول چیزی که از دریای جبروت به ساحل وجود آمدند این دو جوهر بودند. از این جهت عقل اول را جوهر اول عالم ملکوت و فلک اول را جوهر اول عالم ملک می خوانند. از این جهت عقل اول را عرش عالم ملکوت و فلک اول را عرش عالم ملک می خوانند. هر دو جوهر نزول کردند و به چندین مراتب فرود آمدند تا از عقل اول عقول، نفوس و طبایع پیدا شدند و از فلک اول افلاک، انجم و عناصر ظاهر گشتند و محسوسات و معقولات پیدا آمدند و مفردات عالم تمام شدند و مفردات عالم بیش از این نیستند. چون این مقدمات معلوم کردی، اکنون بدان که عقول، نفوس و طبایع را عالم ملکوت و افلاک، انجم و عناصر را عالم ملک می خوانند و نیز عقول، نفوس و طبایع را آبا و افلاک، انجم و عناصر را امهات می خوانند. ای درویش، چون عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک را دانستی و به تحقیق معلوم کردی که هر یک چون بودند و چون پیدا آمدند، آنچه رفت خود رفت و آنچه بود خود بود. حال به نقد بدان که ملکوت دریای نور است و ملک دریای ظلمت است. این دریای نور آب حیات است و در ظلمت است. باز این دریای نور به نسبت با دریای علم و حکمت
دریای ظلمت است و علم و حکمت آب حیات است و در ظلمت است. همچنین به نسبت آب حیات چهار مرتبه دارد بلکه بیشتر. اسکندر می باید که در ظلمات رود و از ظلمات بگذرد و به آب حیات رسد. ای درویش، چندین گاه است که می شنوی که آب حیات در ظلمات است و نمی دانی که آب حیات چیست و ظلمات کدام است. بعضی از سالکان می گویند که ما به این دریای نور رسیدیم و این دریای نور را دیدیم. نوری بود نامحدود، نامتناهی و بحری بود بی پایان و بیکران. حیات، علم، قدرت و ارادت موجودات از این نور است. بینایی، شنوایی، گویایی، گیرایی و روایی موجودات از این نور است. طبیعت، خاصیت و فعل موجودات از این نور است. بلکه خود همه از این نور است. دریای ظلمت حافظ و جامع این نور است. مشکات و وقایع این نور است و مظهر صفات این نور است. این دریای نور را آبا و دریای ظلمت را امهات می خوانند. این آبا و امهات دست در گردن خود آورده اند و یکدیگر را در بر گرفتند. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. سوره الرحمن آیات 19-22. و از این آبا و امهات موالید پیدا می آیند. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. و موالید معدن، نبات و حیوانند. معدن، نبات و حیوان مرکباتند و مرکبات عالم بیش از این نیست. مرکبات از جایی نمی آیند و به جایی نمی روند. مفردات مرکب می شوند و مرکب باز مفردات می گردد. کل شیء یرجع الی اصله. و حکمت در ترکیب آن است تا مستعد ترقی شوند و عروج توانند کرد. جام جهان نمای و آینه گیتی نمای گردند تا این دریای نور و دریای ظلمت جمال خود را ببیند و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کنند. روابط عمومی هستی اوریان.